در رابطه با می خانمی که شما صحبت دارین، اسمش را من فراموش کردم. ظریفه یعقوبی. ظریفه یعقوبی. دقیقاً که ظریفه یعقوبی و امثال همش در طول دو نیم سال که در اونجا به اصطلاح یک گروه وحشی حاکمیت به دست گرفته بود از راه معامله، و اینا یگانه صدایی بودن، این بانوا یگانه صدایی بودن که به اصطلاح مبارزه کردن، صدا بلند کردن در مقابل گروه وحشی، به پا استادن تا این همین روزه. و واقعا داستانایی که ما شنیدیم و بانوایی که آزاد شدن قبل از بانو یعقوبی که آزاد شدن، بانو پریانی و امثال همشان، اونا حکایت های جالب داشتن، واقعا حکایت های وحشتناک داشتن، حکایت های داشتن که واقعا که در او سرزمین چیزی که مردم ما سنگ ناموس همیشه در سینه می زدن، همیشه خط سرخشان انتخاب کرده بودن موضوع ناموسی را، که خط سرخ هم هست. و این گناه به اصلاح گروه وحشی آمدن ترحم نکردن در حق به اصلاح بانوا و در حق زد همجنسشان دیگه، به اصلاح خودشان اینا آمدن به اصلاح دست برد بردن و این بانوا را به اصلاح دستگیر کردن، از هر گوشه و کنار شهرها و ولایات به زندان ها بردن و کارهای غیر اخلاقی را انجام دادن. و بعضی از بانوها را ما خبر داشتیم، آگاهی حاصل کردیم که چون در امور خانوادگی که اونا بزرگ شده بودن دیگه روی نداشتن با امو خانوادهشان و با محیطشان با مردمشان، اونا آمدن دست به خودکشی زدن و این واقعا جای شرم است، جای ننگ است به این گروهی که به اصطلاح امروز استاده و میخواهد که در او سرزمین به اصطلاح حکومت کنه و حکمرانی کنه. حق و حقوق تمام اقوام به اصطلاح اینا غصب کردن. ما میدانیم که غیر از مسائل غیر اخلاقی اینا بسیار برنامه های به اصطلاح پروژه دیگر هم دارند، که اگر شما بیاد داشته باشین او یک پاکستانی آمده بود تقریبا در دو نیم سال اونجا فابریکا آباد کرده بود و بالاخره پول برق و گپا را هم نپرداخته بود و یک مقدار پول تقریبا در حدود 15-20 میلیون افغانی را هم گرفته، طالبایی را بدرقه کردن، از راه تورخم پاکستان رایش کردن و صدها جنایت دیگه از اینا به اصلاح برملا شد که امروز جامعه ملل، سازمان ملل متحد و برنامه جدی را در رابطه به این مسائل گرفته و بخصوص در رابطه به اپارتایت جنسیتی که اینا در طول دو نیم سال اینا به اصطلاح چیز نکردن، تمکین نکردن و غیر مستقیم و مستقیم آمدن به اصطلاح بانوها را از شهرها جمع‌آوری و با عناوین مختلف به خاطر نداشتن حجاب، به خاطر بعضی موضوعات دیگه اینا بردن زندانی ساختن و کارهای غیر اخلاقی انجام دادن که واقعا در رابطه با مو غیرت و با مو شجاعت و با مو مردانگی مردم ما به اصطلاح واقعا بر میخورده و برخورده و دور نه نزدیک مردم قیام میکنن، مردم در مقابل از این گروه جنایتکار به اصطلاح بپا میخیزن. اینا خوشبختی همینجاست که اینا از بطن جامعه ما نیستن، یک گروه به اصطلاح تولید شده و یک گروه کرایی که در سرزمین اجانب یا کشور همسایه ما بزرگ شدن، پیدا شدن، تولد شدن و امروز آمدن در سرزمین ما به اصطلاح به عناوین مختلف. میدانن که ما امروز یا فردا در اینجا به اصطلاح چیز نداریم، بقا نداریم، روی هم رفته اینا با مو جنایات ضد بشریشان یا ضد انسانیشان تا روزی که هستن ادامه میدن. و خیر عافیت باشین مشنون دست. سپاس وایدی سه به شما برمیگردیم. درود مفرستم جنرال سوی افتالی. و دقیقا
بزرگوار را روش بگذارن. میگفتن گویا طالب تغییر کرده و حامی های طالب برای طالب لابی میکردن که هیچ گونه چی ندارن، دستبرد ناموسی ندارن. ولی این بانوی خزاره تبار ظریفه یعقوبی که 40 روز در زندان طالب میباشه، بالاخره دوستای عزیز لطفا همی برنامه را ریپورت زدن، من نمیفهمم چی اتفاق افتیده همی با لایک کردن و شیر کردن اتان عادی اقل برنامه را نجات بتین. یفتلی سی پایین رفت. دگر ورش بزرگوار همی پرسش از شما میداشته باشیم، چی چیز باعث میشه که گذشت زمان هر روز چیره بویناک و دستبرد ناموسی طالب را واضح میسازه، ولی بازم حامی های طالب به نحوی تلاش ایده میکنن که طالب جنایتکار جنایتش را کتمان بکنن؟ تا در جنایتکار بودن طالب شک نیست. طالب یک گروه نیابتی یا پراکسی است به امیدی که از استخبارات منطقه استخدام شده به خاطر برهم زدن نظم در دی وطن، به خاطر ایجاد هرج مرج، و اینا آنقدر فاقد اخلاق و فاقد مثلا انسانیت و شرف و تقوای شخصی هستند که نه به ناموس کس مثلا اینا احترام دارن، نه به حریم خصوصی کس، نه به ارزش های دینی و نه به ارزش های اجتماعی و نه به هیچ گونه ارزش اخلاقی هم پابند نیستن. یک گروه ملیشه جاهل بیسواده که از هیچ چیز خبر نیست، به خاطر اهداف استخباراتی امی شبکه های خارجی اینا را استخدام کردن و اینا را فهمیده به بناوین مختلف در مقابل ملت افغانستان استفاده میکنن. تنها دلیلی که اینا این کارا را میکنن اینمی میتونه باشه، دیگه چیز دیگری نیست. ببینین دگر ورس بزرگوار، کسایی که لابیگری برای طالب میکنن کتمان عقاید دارن و همیشه تلاششانی است که از طالب روسیا یک روسفیت یک آدرس گویا فرشته های صلح برای مردم و دنیا تلقی بکنن. ولی کسایی که از طالب متضرر شدن با گذشته هر روز از زندان طالب وقتی بیرون میشن، از جغرافی های امروز که زیر سلطه طالب است نجات پیدا میکنن، اونا میاین حرف هایی رو مطرح میکنن. اینجا فهمیده میشه که این کتله بیخبر از خدا اصلا از اسلام، از دین، از آیین، از کلتور و عنانات مردم نه تنها که چیزی نمیفهمن، روی خط سرخ مردم ما که مسئله ناموسی است را میرن. حال این دختر هزاره تبار بلند میشه و میگه ما با گوشای مشنیدم که زنان و دختران او سرزمین که در بند طالب بودن التماس میکردن که لباسای ما را از تنمون بیرون نکو، ولی طالب این کار برای عرفای از اونا، التماسی از اونا، نه تنها که تمکین نمیکردن، عملا تجاوز انجام میدادن. حال پیامتان برای همی طرفدارای طالب، حامیای طالب چی است؟ آیا این جنایت طالب یک روز دامنگیر خوار و مادر از اینا در سرزمین افغانستان نمیشه؟ مگر اقوام غیر از اوغان اونا تفکر انتقام را در ذهنشان پیدا نمیشه؟ بالاخره مسائل نژادی و قومی و سمتی در سرزمین برجسته و جنگ های خانه به خانه در نژادی و قومی و سمتی در سرزمین برجسته و جنگ های خانه به خانه در استخبارات منطقه مثلا به خاطر برهم زدن نظم و نظام در دمی افغانستان استخدام شده تا کنها به اهداف استخباراتی و سیاسی خود برسند در منطقه. ای که طالب مثلا این جنایت میکنه و تعداد مردم مثلا جاهله که اونا هم به هیچ ارزش و به هیچ اخلاق و دین مثلا اونا ارزش قائل نیستن از طالب طرفداری میکنن، نشاندهنده عمق جهالتشان است. ای که طالب مثلا این کارا را میکنه، اگر کسی از خارج برای طالب چکچک میکنه یا ای که شاباش میگه یا ای که افتخار میکنه به کار طالب، چرا خودش در اموجه نمیره؟ چرا بیشتر از میال دستی سعی بکنی تا
در دروازه های مرزای افغانستان یا در میدان هوایی یا در هر جای متقاضی در ریاست پاسپورت یا جای دیگه به خاطر بیرون شدن از غیر پشتون کردن. پشتون بیشتر است، پشتون بیشتر متقاضی اگر که طالب کار خوب میکنه به نظر از اینا، خب اینا چرا میخوان بیرون شد؟ اینا خودشان قربانی استن، ولی جهالت بر از اینا آنقدر در ذهن از اینا حاکم شده، آنقدر جهالت اینا را مریض ساخته، آنقدر بیمار ساخته که اینا حقیقت را نمیبینن. چشمشان کور است، قلبشان کور است، گوششان کر است و تمام روز به نفع طالب لابی میکنن و گپای ظالمانه طالب را مثلا اینا تایید میکنن و به اقوام دیگه به احترامی میکنن. این مردم که این کار را میکنن به جز مریضی ذهنی، به جز تغییر مثلا پریشانی روحی ایک دیگه نمیتونن داشته باشن. جنرال سپاس بزرگوار، پیشتر حرفایتان را به جایی که آغاز بکنین متاسفانه پایین رفتین، دیدگاهتان را گرفتن نتانستیم، بفرمایین. سلام آقای فروتن، برای خودت، برای آقای وحیدی، برای دگروال سه، برای کنان عزیز، برای کسایی که در این برنامه ما را میبینند، سلام و درودی به پایان. ببین آقای فروتن، اینا تو فکر میکنن که با زندانی کردن خانم یعقوبی یا امسالم خانم یعقوبی و یا تروری شخصیت هایی که قبل از خانم یعقوبی اما انگی که آقای اشرف غنی با گروه یقانی داشتن، مثل فرشته کویستانی که وکیل بود، مثل انسالمی بود، دیگه مردم ها که یک تعداد ترور کردن، یک تعداد میخوان که در زندان ببرن، صداهای مردمی ما را خاموش کنن. و نظری ما به چنین کارهای صداهای ما را خاموش کردن نمیتونن اینا. فقط پیام ما برای ازی هایی است که آمیای طالب، منتظر ازی باشین که این کاری را که در حق مردمی ما میکنین یا در حق مردمی ازبک، هزاره، تاجیک، بلوچ، پشتون یا حتی هر اقوامی دیگه، منتظر باشین که این انتقام یک روزی از خانمایتون و دختراتون این مردم میگیره، به خاطر از اینکه این مردم در برابر شما زیاد گذشت کردن، این مردم در برابر شما زیاد مدارا کردن که شما با ما برادر شین، شما با ما برادر نشدین. اما به این گپا شما ما را نمیترسانین. ما از همین خانمایی که همین ظلم و بی‌عدالتی در حقشان شده دادم اینو خواهش میکنیم، مثل اینه یک برادرشان که شما بین در رسانه ها مثل خانم یعقوبی، مثل دیگه خانم پریانی، مثل دیگر آواری چهره ای کثیف را افشا بسازیم که تا که برای ما اسناد شوه، ما اسناد جمع آوری کنیم، علی کثیفا استفاده کنیم. ما باور دارم آقای فروتن که اینا یک گروه جاهل هستن، اینا میخوان که مردم ما را به یک قسم صداهای مردم ما را خاموش کنن. بازم براتون میگم که هر چقدر اینا ظلم و بی‌عدالتی در حق مردم ما میکنن، اما قدر مردم ما سری غرور میشوه، سری غیرت میشوه، با ایستاد، با انرژی در برابر ازیا مبارزه میکنن. به خاطر اینکه کاری را که اینا در حق مردم ما میکنن، به خدا و روز این کار در حق مردم ما نکرده بود، انگلیسی کار در حق مردم ما نکرده بود. آقای فروتن، اینا 400,000 پاکستانی را تذکره الکترونیکی دادن. اینمی 400,000 پاکستانی را که اینا تذکره الکترونیکی دادن، فقط وظیفه از او اینمی که در حق خانمای او سرزمین چنین عملی را انجام بدن. به خاطر که اگر یک طالب افغان شاید چنین کاری را نکنه، پس 400,000 پاکستانی را که اینا تذکره الکترونیکی دادن آوردن در او سرزمین، فقط وظیفه اونا است که مردم را بترسانن، مردم را تهدید بکنن، خانما را در زندان ببرن. اکثری بخش های استخباراتی و بخش های امنیتی نه پاکستانی هاست که اونجا وظیفه داره، اما با تذکره الکترونیکی افغانستان، با تذکره الکترونیکی افغانستان در اونجا بردن، در اون اداره جای به جایی کردن چنین ظلم و بی‌عدالتی. جناب جنرال صاحب، حرف از تذکره زدین، امی دو سه روز میشه یک پاکستانی که اوغان با تعلق به پاکستان میگیره، اینا میارن تخلص شنواره میتن در همکاری معاون وزارت ریاست برشنا تابعیت افغانستان، بر علاوه که میتن و او آدم یک فابریکه نمایشی از آدرس گویا فابریکه ذوب آهن، میلیون ها افغانی را میگیره از پول بیت المال و حق مردم
فرار میکنه. چی تضمینی وجود داره که در همین دزدی شهروند پاکستانی خود همین خبیثترین چهره به نام ملا هیبت الله دست نداشته باشه؟ یعنی از یک طرف اینا ایدای از ایران میکنن که گویا در افغانستان برای مردم میخوان کاری انجام بدن، ولی سرمایه مردم توسط یک شهروند پاکستانی کشیده میشه در حالی که مردم ما نان بخوردن ندارن. ببین آقای فروتن، امی ملا هیبت الله یا امی ملا شیطانی که فعلا اینا در این سرزمین آمده در بینایسی رهبر از او اطاعت میکنن، اگر خود یعنی یک چهره استخباراتی نیست، خب چرا امی آدم رویش نشان نمیده؟ خود یعنی یک چهره استخباراتی است آقای فروتن، خود یک آدم امنیتی سی اگر متوجه باشی در طول تاریخ امنیتی ها چهره خدا هیچ وقت به کسی نشان نمیداد. اگر هدفی ازی شریعت است، هدفش دین است، هدفش رضای خداست، خب یا چهرت نشان بده به مردم که اگر تو کشته شی شهید بشی، اگر کتی ترورت کنه خب شهید بشی در جنت میری. پس ازی معلوم میشه که همین موضوع دین اسلام و جنتی را که تو به مردم ما پیشکش میکنی میخوای مردم ما را بازی بدی دروغ است. تو خودت یک پروسه استخباراتی سی 4 لک پاکستانی را آورده تذکیره داده، خودت از بخش آیتهای پاکستان است این ملا هیبت الله، فقط 4 لک پاکستانی را که آمده تذکر الکترونیکی داده است، اونا در بخش بایومتریک اوجا وظیفه دارن، در بخش های تحقیق وظیفه دارن، در ارگان های کشفی، در جنایی، در تمام اداره های نمی 4 لک نفر اینا جا بجا هستن، تمام نیروی طالبه نمی 4 لک نفر است که مدیریت میکنه. یک دروغ است که طالبا با پاکستان مشکل داره، یا کلش یک گپای دروغ ترفنده است. او برادر پاکستان تام زیر دستی انگلیس و امریکاست، طالب تام کلش از یک اداره چی اداره میشوه آقای فروتن. اینا فقط وظیفه از یا بنام ساختن دین است، بنام ساختن اسلام است. با ودانت خدا کسی که یک طالب ترور کنه در جنت میرود، کسی که یک طالب ترور کنه دروازه جنت کاملا بروش باز میشوه. ترور یک طالب، ترور یک شیطان، زدن یک طالب یک شیطان اثری را ورداشتن. خب ببین اگر اینا شیطان نباشن، همین 4 لک پاکستانی را چی گفته تذکره الکترونیکی دادن؟ به خاطر چی تذکره برقی به 4 لک طالب دادن؟ اگر اینا شیطان نباشن، خب اینمی خانیمایی را که تو در زندان میبری، امینا خب بچکای بند در کمرش بستکدگی نبود. امینا به خاطر چی تو باید داری زندانی میکنی؟ به خاطر حق گفتن، به خاطر حق گفتن کسی کتی را زندانی نمیکنن. خب اینمی خانمای را که تو زندانی کرده، اینا خب کفر نگفتن، توبه نه بلا، به خدا توهین نکردن، به پیغمبر توهین نکردن، به دین توهین نکردن. خب جرمی اینا چیز که میبری در زندان میبری، مورد تجاوز قرار میتیش، مورد ظلم قرارش میتی. پس از این معلوم شد که اینجا دینی وجود نداره، پروسه استخباراتی است. بازم میگم که او مردم ازبک، او تاجیک، او هزاره، پشه‌ای، نورستانی هوشیار باشی، دشمنتان بشناسین که دشمن شما در اون سرزمین کیست. دشمن شما طالب، عامیای طالب، کشتن طالب، خلاص شدن مردم، نجات مردم از شر شیطان، نجات مردم از شر ظلم و بی‌عدالتی. اگر اینجا موضوع دین باشه، خو امی دین به مکتب به مکتبای ما چی رفتی داره؟ سپاس جناب جنرال سپ بزرگوار. آقای کنان، دیدگاه نظر شما در مورد صحبت‌های تازه بانو ظریفه یعقوبی که میگه ما صدای بانوایی که لباسایش طالب در زندان از تنش بیرون میکرد و اونا التماس میکردن که بالایشان تجاوز صورت نگیره، یعنی مور تایید تجاوز ناموسی در برابر ناموس مردم را حرفهای بانو ظریفه یعقوبی، یعنی مور تایید تجاوز ناموسی در برابر ناموس مردم را حرفهای بانو ظریفه یعقوبی، یک زن و او هم به خاطر خواستن حقشان توسط طالب در بازداشتگاه، نظر شما در این مورد؟ سلام به محضر شریف همه دوستا و عزیزای که شنونده هستن، جناب دگروار صاحب، جنرال صاحب یفتلی، خودت، همه دوستای عزیز، عرض ادب و حرمت دارم. فروتن صاحب، همی بعض مواقع درد وقتی بیش از حد میشه، بار اول آدم عشق میریزه، وقتی که درد بیش از حد میشه دیگه عشق نمیاد. حال این مردم افغانستان به حد ستم دیده و درد دیده شدین که این موضوعات گپا به حد تکرار شده که چیز نو نیست. قبل از این که ما به همشیره بپردازم، ما
بیایم اول طالب بشناسیم. طالب کیست؟ فلسفه وجودی طالب بیناموسی است. ترور، وحشت، سربریدن، تباهی. اگر طالب اینمی صفات نداشته باشد طالب نیست. طالب علیه دین، علیه سنت، علیه فرض، علیه اوامیر قرآنی و دساتیر پیامبر صلی الله علیه و آله همیشه عمل کرده. قرآن میگه که به ناموس کسی دزدرازی نکنه، پیغمبر میگه ولی یا میکنن. خدا و رسول میگه طلب علم فرض است، یا میگن نیست. مثل ازی خانم ده ها مدرک، صدها میشه که به مراتب بیشتر از این آمار ارقام است. شما ای تو یک هفته نیست که از یک نقطه افغانستان، از یک ولایت افغانستان یک خبر بیناموسی طالب نداشته باشین. اینمی طالبی که به امنو خود، به تروریست خود که روز بادیگاردیش میکنه شومی بالای از اونمو رحم نمیکنه. او هم اینقدر ریش داره، بادیگاردش هم اینقدر ریش. میبینین که در زیر کمپل چی جریان داره. اینمی کسی که بینمی بینمی حد رزیل و پست و کسیفه است، ای که به امنو خود رحم نمیکنه، وقتی یک جنس لطیف، وقتی یک جنس لطیف و میبینه در شهر و بازار و در مکتب و در خیابان و در مارکت و در جامعه مثل گرگ، احساس میکنه که این اینمی ها کل اینمی رمه مربوط ما است. شما فکر بکنه اینمی طالبی که میای خود از آدرس دین بالای مردم تحمیل میکنه، تا هنوز نفهمیده که اینمی ملت به معنای ناموس است. وقتی تو دزدرازی میکنی به ملت، به ناموسی سرزمین، تو فکر کو که از تو که دیگه بیناموس است. من یک شب دیگه هم گفتم مغلا، انگلیسا، اسکندر مقدونی، صدها لشکرکشی در سرزمین شد، کسی به ناموس از سرزمین دست نزد. ولی یک کسی پشتون به نام طالب، یک جریان نیابتی تروریستی آمده، هیچ روز ناموسی سرزمین در امان نیست. شما ببینین دخترای هزاره را گروهی در غور، در دایکندی بردن به حسارت، بردن چندین شب در حسارت طالب بود. در مناطقی کجا زندان بر مردان نیست، ای زنا چگونه نگهداری میشد؟ شما وقتی میبینه که طالب امنه و خود با اون لوات میکنه، مطمئنن که به هیچ زن رحم نداره. زنای خواهرای ازاره ما را دوج بردن، شبا نگاهشان کردن، بعد از اینمی فجایه از هر کدامش در بدل پول از خانوادهشان پول مطالبه شد، باز وار ایلا کردن. او یک نشد، من مطمئن هستم که چه وضعیت داره. در بسیاری از ولایات امروز طالب آقای کنان با پوزش اینمیجا برای یک عده سوی تفاهم نشه. حرفایی که آقای کنان مطرح کرد، آخوند اهل تشیع آمدن که دخترای ما را میبره ولی در برابر با گرفتن پول دوباره رها میسازه، و حتی التماس کردن که مسئله ناموسی مسئله حیثیتی است، ناموس هموطنا را احترام بگذارن. اما یک کتله بیناموس به نام طالب نه تنها که احترام نمیگذارن، به اینمی عمل گنده و گندیدیشان متاسفانه دوام میدن. آقای کنان بزرگوار، ما از همه دوستایی که دمی برنامه میایین، او برادر امی کمره، وقتی که اگر زمینه مساعد براتان نیست تصویر بند نکنین، امی کمره تان یک سمت دیگه دیوار را بچرخانین. وقتی پاوزه میزنین اینمی زحمات ما این ویدیویی که میخوایم در مورد اینمی چهار تا دمدار حرف داشته باشیم و بعدا در فیسبوک و جاهای دیگه پخش و نشر بکنیم، کلا سیا میایه. من مجبور میشم که یکی در بار بار اگر در جمعی از دوستان مطرح بکنم، یکی در انسانای بیشرف و گندی که دنبال منفیگرایی است، باز از حرف ما یک چیز دیگه میسازن. خب آقای کنان، من از شما معذرت میطلبم که بین صحبت هایتان آمدم. بزرگوار خواهش میکنم. بزرگوار شما ببینین، یا در ولایات خاص علیه تبارای خاص، علیه اقوام خاص،
همیشه این بیناموسی رو انجام میدن. در بدخشان، تخار، فاریاب، شمال، شمالی، شما چند روز پیش یک آمار آمد بیرون که به اینی تعداد خانما هنوز در زندان طالبا هست، سرنوشتش معلوم نیست. شما میبینه که طالب وحشی در خانواده یک مجاهد میره، در یکی از ولایات من نام نمیگرم، میره خانمش با دو دختر 12 ساله و 7 سالش در مقابل چشمان فرزندش، در مقابل چشمان شوهرش بالای از تجاوز میکنه، کسی که از خانواده مجاهد بوده. شما آمار و ارقام دارین که وقتی طالب اسرا میره در زندان است، برای پایوازش میره به دیدن بندی، از او خانم مطالبه سکس میشه. شما در بسیاری ولایات این نمیال مردم به خاطر از ای که بیناموس نشه میره پاسپورت گرفتن که از سرزمین برایه. گشنگی را تحمل داره ولی بیناموسی را نه. دو نمو ولایات، در اکثریت ولایات اینمی طالب خاین، اینمی بیناموس پاسپورت در بدل سکس میده. از خانمایی که میرن سکس مطالبه شده. اینا رو فکر بکنه که ای طایفه با چی عقیده دارن. در کجای دین گفته که تو لواطت بکو، زنا بکو، بیناموسی بکو، ولی در مکتب بسته کو. جناب دگروالس بزرگوارم، کمرتون را جایش یک تصویر انتخاب کنین، وقتی تصویر دادن نمیتونین بعد چیشا دور بتین، اگر خودتان بودن نمیتونین، وقتی تصویر نداشته باشه سیاه میایم متاسفانه. همونطور یک مشکل بود جور کرد. سلامت باشی بزرگوار. بفرمایید آقای کنان، ما متاسفانه که دوستای ما پیشتر هم دگروال سب بسته کردن کمریشون، هم یفتلی سب، ما اونم قانون است که باز دوستا را پایان بردم. دوستای عزیز، امی نیاز نیست که مادم هر دقیقه اصرار بکنه، امی برنامه را ما برای مردم ثبت میکنیم. یک ساعت دو ساعت بعد دیدگاه نظریات همگی از خودم شروع، کسایی که در اینجا هستن در صفحات فیسبوک و جای دیگه نشر میشه. وقتی کمره تون رو میبندین کیفیت برنامه ما از بین میره. مردم تصویر که نبود باز یک فکر دیگه میکنه. اگر ما با تصویر میاییم حرف میزنیم، هزاران آدم دیگه انگیزه میگیره در برابر کتلی که یک کتلی دمدار وحشی و نواده های نادر غدار باز اونو وقت میان میستن، مثل که شهامت کردن بانو ظریفه یعقوبی، یکی از دختران شجاع و نترس قوم محترم هزاره، از جنایت طالب که در زندان چی اتفاق افتیده میایه برای پارلمان یک کشوری که در اونجا فعلا میره و در اونجا زندگی میکنه، میایه وضاحت میده که در وطن ما این وضعیت است. تا دنیا با خبر شد دیگه مردم هم جرات بکنه و ویده بانوهای دیگه که در برابرشان این بیعدالتی صورت گرفته، اونا هم بیان صدای خود را بلند کنن. من مطمئن هستم وقتی مردم افغانستان با بیناموس بودن طالب باورمند شون، او وقت دیگه طالب نمیتونه در افغانستان منگار باشه. بنابراین اگر ما میخواییم واقعا صادقانه کاری انجام بدیم، بیایم در برابر طالب حرف بزنیم. من متاسف هستم یک عده با ما به جای از اینکه بیاین در برابر طالب حرف بزنن، هر کدام از این حالا مفتی دین شده، یکی بدین، دیگری دیندار، برنامه میگیرن مسائل دینی رو مطرح میکنن، اما اونجا طالب دمدار بالای ناموس او سرزمین تجاوز میکنه، دستبرد میزنه و صدای از اونها را کسی نیست که انعکاس بده. جنرال سمی افتالی بزرگوار بفرمایید. سپاس از آقای کنان، به شما برمیگردیم آقای کنان. مایکت بسته است جنرال سب. سلام مجدد آقای فروتن. اینمی طالب اصلا اینا طالب نیستن. وقتی که ما کلمه طالب به بار میاریم مرتکب گناه میشیم. واقعا طالب یک نام مقدس است. اینمینا شیطان هستن،
اینمی شیطان ها همیشه اگر متوجه شیطان در لباس عالم ظاهر می شود. اینا شیطان هستن، اینا طالب نیستن، اینا طالب یعنی طلبه، طلبه طالب ورثه انبیا است. اینا گفتم یک بخشی شیطان هستن. آقای فروتن، ظلم به عدالتی به حدی در کشور ما روان است، به عدالتی به حدی در کشور ما روان است که ما ایران به می طالبی امی آمی های طالبی تاجیک وزبک ازاره میمانم که او برادر، اینمی وقتی که ناموسی تو در اون سرزمین مورد تجاوز قرار میگیرم، مورد ظلم قرار میگیره، تو به خاطر چی خاموش هستی؟ به خاطر چی خاموش؟ تو نه وزیر هستی، نه برادر رئیس جمهور هستی، نه رئیس الوزرا هستی، نه کدام قدرت داری. خیلی رو رو روید که تو جیاد بکنی، باید از خود شایستگی نشان بدی، باید تو خدا را راضی بکنی. ببین آقای فروتن، وقتی که یک گروه جهل تاریک شو میره و در خانه یک نفر میدراید، میگه که تو یک زن آورده در خانه با یک زنی خواب هستی، میگه اینمی خانم ما است، اینمی زنی خودم است، میگه نه تو یک زنی دیگر در خانه تو وارد، در خانه مردم بدون پرسان، بدون دیگه در وارد کتی تق تق شوا. بالاخره این آدم کمپلش میگیرن از روی دی او طرف میکنن، میبینن که با زنش دیچه برن خواب است، ولی بده که توهین دیگه از این قدر بالاتر میشه که چقدر مردم ما به تکلیف است، چقدر مردم ما مشکل داره. آیا امی در هیچ جای دین هست که تو در خانه کسی برای لیاف از سری از لیاف خواه از بالای زن شوهر رو طرف کنی و زن شوهر لیچ برانه کنی، بگوی که تو یک کسی دیگر در خانه تو آورده ای؟ امی در کجای دین هست؟ در قانون اسلام، در دین اسلام حریم خصوصی محفوظ است. یفتلی سه با پوزش که بین حرفایت میاییم، امی کاسه صبرم حد و اندازه داره. او مردم، او مردم دمدار که در امی پایین لایف یک کامنت میت میشد دیگه میمانین، از دیگه اکاونت میان دیگه دشنام میتین. با خدا سوگند با اینمی روشنگری، اگر چادر افت را از سر عدیت نبرداشتم فروتن نباشم. امروز اگر در اینجا شیشتیم صدا بلند میکنم، فردا وقت شوله جنگ در اون سرزمین بلند میشه، اولین کسایی هستم که به خاطر انتقام باز در اونجا حضور دارم. گفتم چادر عفت عدیت هم میوردارم. آدم شو، دشنام نتی، دشنام دادن رای حل نیست، محق مسلمم است. به صفت یک انسان بیایم بگوییم که دختر شجاع نترس و یک کسی که فعال بود در داخل افغانستان در رسانه ها کار میکرد، ولی به خاطر حق خواهی 40 روز را در زندان سپری کرد. از زندان برآمد، گفت مر از گیسوایم کش کردن، توهینم کردن، قومم دشنام دادن، به مذهبم فحاشی کردن، و بر علاوهش در سالون انفرادی که میگم من مبوس بودم، در جوار ما التماس زن دیگه می آمد که طالب لباسم از تنم بیرون نکو، به ما تجاوز نکو، من یک زن مسلمان هستم. ولی التماسش گوش شنوایی نبود که بشنوه. یک روز التماس عدی تو هم کس نمشنوه. به خدا در مقابل چشمتان این عمل انجام خواد گرفت. و کسایی هم هست که هیچگاه با سکوت نمیکنه، یک بار نه، دو بار نه، خوارت مادرت قوم و نجات گفتم میایید از زیر برنامه تو دشنام میتی. همین هر چیز از خود حد و اندازه داره. با پوزش یفتلیس بزرگوار به خدا یک 20 تا رخ امید کردم، بازم همین خوار مادر هم با ما و هم بر چند نفر که اینجا کامنت مثبت میمونه یا شما و دوستایی که صحبت میکنین، اینا دشنام میتن. ببین آقای فروتن، ما زمانی که 20 چند سال که ما علی از یا مبارزه کردیم، اگر جوان همان ایدرس دادیم، حالی ما به این گفت یقین داریم که جوان های ما بیوده شهید نشدن. رای از یا حق بود، مبارزه از یا بر حق بود، ما به خاطر یک تاپرسی، به خاطر رضای خدا مبارزه کردیم. اما ما باور داریم که اینا شیطان هستند، در برابر شیطان مبارزه، اگر مبارزه هدفی ماست. ببین آقای فروتن، هر جوانی مونه که ما از دست دادیم، اونا درباره دین، درباره اسلام معلومات داشتن که اونا مبارزه کردن، جنگ کردن، جان شهادت نوشیدن. ما هم را روای نای امون هستیم، ما هم تا آخرین لحظه را تلاش میکنیم که ما باید حق در برابر باطل مبارزه کنه.
او برادر، اگر ما حق نباشیم در زمان حکومت مجاهدین و استاد ربانی هیچ وقت یک مجاهد در خانه کسی داخل نشده، اینمی طالبی که فرار کرده و رفته و ما دروازه امینا را تق تق نزده بودیم، به خاطر اینکه ما با خود طالب اگر دشمنی داشتیم با خانوادش مشکل نداشتیم. اینا حتی این ببین که با زنای او سرزمین، با زنای با الفت او سرزمین اینا مشکل دارن، با دخترای او سرزمین اینا مشکل دارن، با زبان او سرزمین مشکل دارن، با فرهنگ او سرزمین مشکل دارن. پیام دومی ما برای از یایی است که او 4 لک پاکستانی را که تو تذکره الکترونیکی داری و او سرزمین آوردی، او 4 لک پاکستانی او تذکره تر میگیره و از مرد او طرف میره، اما تو در او سرزمین میمانی، منتظر انتقام باش. متوجه باشی که تو بیا در مورد دختری اداره رو بر مورد تجاوز قرار بده، تو از ما امید داشته باشی که ما برای تو گل بتیم، تو برو دختری ازبک رو بر مورد تجاوز قرار بده، تو منتظر یادی باش که ما با تو گل بتیم، تو برو دختری تاجیک مورد تجاوز قرار بده، تو از ما توقع داشته باشی که ما ترهاف کنیم، یا عین شکل بلوچا یا یک نورستانی را یک پشه‌ای را. نه، پس تو در برابر ظلم ظلم. بازم ما از اون مردم خواهش میکنم که این طبقه بیناموس، این طبقه وطن فروش، در برابرش مردانه ایستاد چین، برشان اجازه ندین که ناموستان دیگه مورد تجاوز قرار بده بگیره، اجازه ندین، به خاطر که خاموش بودن در برابر ظالم گناست. خاموش بودن در برابر ظالم گناست. آقای فروتن، عمر ظالم زود به پایان میرسه، امروز یا دیر عمر ظالم به پایان میرسه. وا به جان کسی که با ظالم ها همکاری کرده، وا به جان کسی که با جنایتکار ها همکاری کرده. من در قندار وظیفه اجرا کردم، در هلمند وظیفه اجرا کردم، در نیمروز وظیفه اجرا کردم، والله و بالله در واده کسی را آقای فروتن تق تق نزدم، به خدا از دسترخوان کسی آقای فروتن نون نخوردیم، با اینم قدر نون گشنه خوش گذران کردیم، گشنه گذران کردیم، دروازه کتی را به تق تق نزدیم، به خاطری که من سوگند خورده بودم، با مو سوگند خوردگیم وفادار بودم، آلیم وفادار هستم، تعهد کردیم که با او سرزمین خیانت نمیکنم و خیانت نکردیم، آلیم وعده میکنم که خودم، فرزندام، قوم و قبیلم، تعهد کردم که خیانت نمیکنم، اما در برابر خیانتکارا خاموش نمیشینم. مقصد گروه جنایتکار، گروه جاهل، از ما توقع نداشته باش که تو بیا در سرزمین ما تجاوز بکن، دخترای پاک دامن ببر در زندان ها مورد تجاوز قرار بده و از ما توقع داشته باشی که ما ترا عفو کنم، تاریخ او بپا تیر شده است. ای که امروز 400 دختر در زندان پل چرخی در تمام زندان ها طفل به دنیا آورده، طفل بی پدر، آیا عاملش کیست؟ عاملش تو هستی. اگر پاکستانی او را تجاوز کرده است، عاملش تو هستی. اگر عرب او را در زندان مورد تجاوز قرار گرفته است، عاملش تو هستی. مردگاویش تو کرده، زمین سازی تو کرده که این کار در حقی از او شده است. امروز او زنایی که مورد تجاوز قرار میگیره، از کلکینا خود در پایان میپرتوی خودکشی میکنه، او را عاملش تو هستی. او از خود پدر داره، برادر داره، وارث داره. روزی که ما در او سرزمین حاکم شدیم، حتما در موردت عریضه میکنه. آقای فروتن در زمان مقامت اول یک کسی بود به نام مولوی شعبیر، قماندان امنیه شبرغان بود، عین قضیه را که امینا کرده بود، اما آدم در مقامت اول در طالبای اول چنین عملی را انجام داده بود، یک دختر در شبرغان مورد تجاوز قرار داده بود. وقتی که دوستم در او شبرغان پیروز شد، ای آدم در محاکمه کرد، وقتی که موسفیدا قنداری ها آمدن پیشش، گفت ما با این آدم مشکل ندارم، اونو دختری را که مورد تجاوز قرار داده بود قتلش کرد، وارثین از او ادعا کرده است. اما امروز منتظر وانمو روز باشه، اگر صدها دوستم، صدها مسعود، صدها عطای دیگه، صدها فرزندای رشید دیگه در اون سرزمین پیدا میشه و که از شما انتقام بگیره، منتظر اون روز باشین. تو که میای از طالب لابیگری میکنی، ما چهره های تر فوتوکاپی میکنیم، در دوسیه هامون جمع‌آوری میکنیم به خاطر روزی بعد. هر کلمه‌ای که به نفع طالب میزنی، او پیش ما یک یادداشت در کتابچه خاطرات ما یادداشت است. تو دیگه از ما توقع نداشته باشی که ما تر عفو میکنیم. سپاس جناب جنرال صاحب بزرگوار، با شما برمیگردیم. دگروال صاحب زیاد ناقرار هستی، پایان و بالا زیاد میری، نظرتون بفرمایید. آقای فروتن،
یک تا به نام رجب محمدی دولت محمد اگر دمی چیت بود امورا بالا بیار. چند بار مرا گفت درخواست زیاد بود، من انداختم پایین همگیره به خاطر که من نشناسم، نمیخوایم که این برنامه ما سمت دشنام و توین و تحقیر بره. بنان اگر تازه امین نام درخواست بتن حتما میارم. جناب دگروال بزرگوار، چی چیز باعث نگرانی حامیای طالب میشه وقتی یک برنامه روشنگری گرفته میشه اینا میان دشنام شروع میکنن و اولین کارشون هم ریپورت است؟ یعنی اینا چی را میخوان ثابت بکنن؟ این خب قرون وسطا نیست. اگر خانم ظریفه را 40 روز در زندان انداختن، بالاخره مجال از این پیدا کرد که بیای حقایق برملا بکنه. آل یک ایده میگن که فروتن گویایی دختی هزاره است، تو چرا پشت سر را آوردی ماندی؟ اگر اون دو هم در امون سرزمین جنایت را دیده باشه، با چشم و گوشت و پوست و استخوانش حس کرده باشه، انسانیت ما ایجاب امیر را میکنه که بیایم در پشت سرم تصویرش را ببانم. از عمل کردش در برابر افراطیت، در برابر استبداد وقتی صدا بلند میکنه صدایش شوم. بنان بانو ظریفه یعقوبی کار بدی انجام نداده. بانو ظریفه یعقوبی چهره زشت یک کتلی که سالها ذلت مقادیر در مدارس پاکستان تجربه کردن آمد آفتابی ساخت که این مردم بیناموسن، اینا سزاوار حاکمیت افغانستان هم ندارن. بنان دنیا باید صدای بانوهای و سرزمین بشنوه. اینجا به ما حق و امی انسان بودنم اینمی را ایجاب میکنه که بیایم تصویرش را بمانم با ایشان هم صدا شوم. خب یه حق مسلمی ماست. اگر شما باور ندارین امی حرفی که من گفتم، برین امی از 4 تا آدمی که وجدان داره بپرسین. جناب دگروال سب بفرمایین بزرگوار. با سلام دوباره خدمت دوستای عزیز و کسانی که بیننده هستن در لایف و ده عزیزایی که با حق پیروی میکنن و از حق همراهی میکنن و حمایه میکنن، نه او کسایی که به ظلم و بدبختی خوشحال هستند و به مردم عام مثلا فحش میتن، به کسایی که مورد ظلم قرار گرفتین به اونا تن میتن. و حدیث شریف از رسول الله مبارک گفته که کسی که با ظالم به ظلمش کمک میکنه ولو با یک کلمه، ولو به شطر کلمه، ولو با یک کلمه به ظالم کمک میکنه، روز قیامت پروردگار او را از زیر سایه عرش خود محروم میسازه. که زیادتر کسایی که در ایجا دودش نمیتن یا دیگه به طالب طرفداری میکنن یا خوشحال هستن به ظلم یک طالب در برابر مردم میکنه، بر برابر مظلوم، مردم مظلوم و بیچاره، اینا دچار تکلیف روحی هستن که هم در این دنیا از مرض و از بدبختی رنج میبرن و هم در آخرت امید اینا پیش خدا روسی هستن انشاءالله. ما شما در طول 2.5 سال یا 3 سال گذشته دیدیم که طالب با ظالم کار نداره، با آدم مفسد کار نداره، با آدم وطن فروش کار نداره، با خلقی و مثلا با کمونیست کار نداره. با کی کار داره؟ با مردم عام، با چوپان، با دهقان، با شهروند عادی، با مکتب مثلا دشمنی داره، با خواندن دشمنی داره، با تعلیم دشمنی داره، با اقتصاد و با کار و با روزگار یک پای مردم عام دشمنی داره. تمام فعالیت از یا به ضد مردم است، به ضد مردم عام است، به ضد مردم مثلا که از سب تا بگا مثلا یک لقمه نان نمیافن. یک آدم پشت یک دانه نان میبره، نان او را گای کراچی شیست تلک و گای او ست تلک، سر از او غرفه بفروش، پیسه بگی، کرا بگی، با دیگه گروپت بیا فهمیدی و غرفه را چپه کو، بسته کو، بگی بار کو، بزن، فهمیدی توهین کو، تحقیر کو. دهقان مثلا میره و به سر زمین خود باید از طالب اجازه بگیره. دهقان دهقانی خود کردن میتونه، در زمین خود، در درخت خود فهمیدی او الا کردن میتونه. چی است؟ طالب ظالم بالای سرش استاده است. خداوند گفته که، حدیث شریف است، گفته که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم.
ملک یا حکومت یا پادشاهی با کفر مثلا میمانه. یعنی در یک جامعه اگر کفر حاکم باشه در اوج حکومت دوام میکنه، مردم از امو کفر به خاطر مثلا امو اقتصاد خود روزگار خود تا یک مدت پیروی میکنه، اما با ظالم نمیمانه. ظالم خداوند زود چپه میکنه، ظالم زود چپه میکنه و اینا با عذاب و بدبختی و با درد بسیار شدید انشالله گرفتار میشن. خداوند منتقم است، از پیش از اینا انتقام طوری بگیره که، و از کسایی هم که مثلا به نفع ازی چک چک میکنن، از کسایی هم که به نفع طالب مثلا نیمروز شعار میتن، از او کسای او اولادای خلقی و کمونیستی که در خارج ششتین، مردم مظلوم تنه میتن، اختلافات قومی رو مثلا دامن میزنن که آی والا که ای تاجک است، ای کلاب است، ای مثلا نظاره است، ای کافر است. ببینید جناب دگروار صاحب، برعلاوه که مسائل قومی را مطرح میکنن، حتی مسائل مذهبی و دینی را مطرح میکنن تا اینکه مجال برای طالب بتن. هر کسی که در میدیا میای این کار انجام میده، ما او را به دیده شک میبینیم. مسلمان تکفیر میکنن، مثلا به مسلمان که کسی کافر میگوید خداوند کفر توق لعنت جور میکنه در گردن یک آدم فهمیده، و او را پس دوباره در امو انسان لعینه که یک آدم تکفیر میکنه. یا کلگی ذاتن تکفیری هستن، یا کلگی ذاتن ترورست هستن، تندرو هستن ای کسایی که کارا را میکنن. ذهنیت تروریستی در رگ خون از ایناست. ما و شما دیدیم مثلا در طول تاریخ یا با چقدر خشونت مامید داود خانه که اینا را تأسیس کرده بود، و یا داود خانه که اینا را پرورش کرده بود، تولید کرده بود در جامعه، با اونمو داود خانه خود از اینا قتل کردن به خاطر از یک به قدرت برسند. باز دیدیم در برابر مردم مثلا چقدر خشونت کرده، باز امی مردم با امی قساوت و خشونت مزدوریش که به خاطر شنیدن یک رادیوی بی بی سی مردم از خانهش، از زندگیش، از دکانش، از سر کارش برداشتن، زنده و مردش گم شد، بردن در پولیگونای پلیچرخی فهمیدی بیدر دفن کردن زنده و مرده را که هیچ کس حسابش نیافت در ولایت ها به همی شکل. اما زمانی که اینا در نقاب طالب فهمیدی آمدن چه ظلمی را که نبود نکردن، اینا در شمالی درخت های مردم کندن فهمیدی، چه بیناموسی های دیگه ای که نبود نکردن، در دیگه ولایت ها چه ظلم ها کردن، باغ و درخت تاک مردم دیقان و چوپان همه در دادن آتش زدن، در بامیان ظلم کردن، در دیگه ولایت های سمت شمال ظلم کردن، در مزار همه اقناق ازاره ها را ظلم میکردن، چه ازاره ها به تنگ آمدن خیستن همه دی مرده های از اینا در یک روز در روی بازار مزار شریف همه دی مثل گوسپند که بیادر گرگ بزنه نموت افتیده بود امیده و کسی بلند نمیکد. یعنی باز همونطور خداوند همینطور یک عذاب خدا در سر از اینا بیاره انشالله که باز اینا امیده بفهمن که لمن الملک اليوم، که خداوند گفته که امروز پادشاهی از آن کی است، و اینا خود فهمیدن که ای کسایی را که شما قتل میکنه، ای کسایی را که شما به زندان میاندازه، اینا حس کرده یا مثلا ای کسایی را که شما قتل میکنه، ای کسایی را که شما به زندان میاندازه، اینا حس کرده یا مثلا و تو را فهمیده به ظلم امر نکرده. وقتی که تو ظلم اختیار میکنی و از قدرتی که خداوند فهمیده بیادر چند روزی به تو امانت سپرده و تو سوء استفاده میکنی، در یک جامعه اسلامی فساد، اختلاف، قومپرستی، خشونت، تعصب و بدبختی را حاکم می سازی، خداوند به ایطور یک ظلم، به ایطور یک بدبختی فهمیدی تو را گرفتار کنه، به ایطور یک عذاب گرفتارت کنه که تو خود خلاص کده نتونی. انشاءالله امو پاکستانی که فهمیدی اینا را حمایه میکنه و به این ظلم فهمیدی بالای مردم افغانستان حاکم ساخته، او خودش به این مصیبت گرفتار شده فعلا. روز به روز ما و شما میبینیم این ای پروسه را تجربه کرده،
که چه قسم مثلا حکومت افغانستان تضعیف شد، از کجا شروع شد، به چه شکل. انشاءالله که پاکستان به همین شکل فهمیده ده این مصیبت دچار است و او ظالمایی که در اوج حلقه زدن فهمیده ششتن در یک سازمان جهنمی فهمیده در اختیارشان است، تمام از این از بین رفتنی است. باز اینا به امو به خداوند میگه که ظالم بالای ظالم حاکم بکنه. سپاس جناب دگروال سیب. از آقای کنان مشنویم، بعد از آقای یفتلی سیب و در مقطع پایینی هم دگروال سیب خداحافظی میکنیم. آقای کنان بفرمایید، حرفایتان را جمع‌بندی بکنید دوست عزیز. ما یک جان تشکری میکنم از او خواهرای ستم دیده در دیده ای که از طرف طالب بیناموسی را متحمل شدین، مثل زمین خواهر عزیز ما. اکثرا خواهرای ازاره چون یک عمر پسینه ظلم و ستم در برابر قومشان دیدین، امروز میفهمند که میدیا و رسانه من ایس یک سنگر و من ایس یک آدرسی که میتونه اینمی درد و رنجی مردم و جهانیان برسانه. شما دیدین که اینمی تمام اسناد و مدارکی رکی به آمریکا آورد و به کانادا و به اتحادیه اروپا و حتی به پارلمان فکر کنم راجع کرده و در مورد از این نهادهای حقوق بشری تحقیق میکنن. ای بالاخره دامنگیر طالب میشه. خواهش شما از تمام من خواهرا، برادرا، عزیزایی که در وطن علیهشان جنایت صورت میگیرن، بیان به نحوی ایر بازگو بکنن و به گوش دنیا برسانن تا طالب دیگه مجال از ایر نداشته باشه که در هر جایی که هر بدی که خواست بکنه. خدا شاهد است ما با یک تعداد مردمی که در ارتباط هستم، اکثرا در ولسوالی ها و در بعض جاهایی که با طالب ها در ارتباط هستن، مثلا وکیل منطقه هستن. اینمی طالب جنایتکار وقتی که میان در اینجا یک فرمایی را ترتیب میکنن بر قریدارا و کلای گذر میتن که در اینجا لست بیوه ها را بر ما بده. لست بیوه هایی که در برابر اینمی جنایتکارا شهید شدن به خاطر حفاظت و حراست از نوامیس ملی و تمامیت ارضی کشور جانای شیرین خود از دست دادن، امروز سر خانم از او رحم نمیشه. لست بیوه ها را میطلبن. در قدم بعدیش به تمام از اینمی علاقدارا و وکلای محل و گذر گفته شده، البته این در جغرافی های خاص است علیه اقوام خاص، که شما لست دخترای جوانتان بیارین که مجاهدین با مجاهدین باید ازدواج کنه، اگر نبیارین حتی اخطار برشان داده. یعنی بیناموسی دیگه چی؟ یعنی بیناموسی تا چه حد؟ این مردم گوش همین کارت باستخان که میگن دینی نمیگه رسیده. هر چیزی را پیشتر گفتم تحمل میشه، گرسنگی را، آوارگی را، بی خانمانی را، همه چیز در مکتب بسته کردی مردم تحمل داره، ولی این بیناموسی را و چاره نداره. امروز طالب یک گپ فراموش نکنه، بسیاری نظام های دکتاتوری در دنیا سرنگون شد. بیشتر دگروال صاحب خیلی خوب فرمود، یعنی ما اگر ببینیم به پیشینه کمونستا که یا انجینر کشتن، دکتر کشتن، مسلمان کشتن، بیدین کشتن، هر چیز فهم کشتن از بین بردن، یا تصورشانی بود که قشر تحصیل یافته و روشنه که ما وقتی از بین ببریم دیگه کسی نیست که علیه ما صحبت بکنه، علیه ما قیام بکنه، علیه ما موضع بگیره و این نظام ما پابرجاست، هر جنایتی کردیم انجام دادیم کسی صدایش نمیکشه. ولی دیدن که از بطن جامعه فرزندان صدیق از کشور به نام مجاهدین خیست یار سرنگون ساخت. این نمیتون رژیم طالبانی هم سرنگون میشه، بدا به حال او کسی که آمی طالب است، بدا به حال از او پشتونه که به ناموس تاجک، ازبک، هزاره دزدرازی کرده، باز بیایه
پوره بکنه که در این وطن دیگه ای فطرت و ای خصلت خودگذری که ما یک کسی قتل هم کرد آمد در خانه ما با عذر و معذرت ما او را بخشیدیم، این بار بخشش نیست. هر ران جنایتی را که طالب کرده دوباره او را حصول میده و به حد جنایتکار در برابر جانیای جنایتکار شویم که تاریخ نوشته بکنه، ایره نوشته بکنه که اینه مردم یک بار، دو بار، سه بار کدام تاجیک دیدی که رفته باشه در خوست و پکتیا علیه زیاد بیناموسی کرده باشه، لشکرکشی کرده باشه؟ کدام از آره دیدی که در نیمروز و هلمند رفته باشه لشکرکشی کرده باشه؟ کدام ازبک دیدی که در کنر رفته باشد لشکرکشی کرده باشه؟ همیشه یا از ما چی برداشت دارن؟ آره در وطن خیلی آمریکایی هم رفت، ولی این ملت منعیس ناموس تو بعد در حق ناموس چی میکنی؟ و افتخار میکنی که من تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاره را بی ناموس میسازم؟ اگه ای هدف از جهاد تمی بوده نفرین به او جهادی که تو انجام دادی. جهاد خب بعد از این که تو فتح کردی آمریکایی هر چی که نام میمونی رژیم سابق هر چی که میگی خود رفت، تو آمدی. حال مسئولیت و رسالت تو به این ملت چیز؟ بیناموسیست یا عمران باسازی رفاه و آسایش کار که نمیره تو به مردم عرضه کده نمیتونی؟ تمام خدمات تو بیناموسیست، تمام خدمات تو توهین، تحقیر. پیشتر دگر وار صاحب گفت کسب کار از دست تو روز نداره. مولوی صاحب عبدالشکور چقدر سری صحبت کرد، گفت برادر در اسلام مالیه این همین چیزایی که به نام عشر و زکات شما سرش نام ماندید کاملا حرام است. تو برو کسی که قادر به این نیست که نفقه خانم برادر شهیدشت بپردازه، به اولادای خودش رسیده نمیتونه، تو روزی از او رو از دهانش میگیری، کراچی رو خودش میخره سر از او مفروشیش، یک جای برش جا به جایش میکنی، از پیشش مای 5000 6000 برابر یک دکان کرا میگیری، صبح یک کس دیگه را از تبار خود میاری او را از اینجا به جای میکنی. این مردم چه بکنن بالاخره؟ این تو حکومت، تو دولت، ولی تو دولت وظیفه چیست؟ خود اینه میره فراموش کردین، نمیفهمن. خداوند یارو در غضب گرفتار بکنه. سلامت آقای کنان، سپاس. جنرال صاحب بزرگوار، حرفایتون را جمع‌بندی بکنین، بعد دگروال صاحب ختم میکنیم. بفرمایید. ببین آقای فروتن، ولی این یک 20 روز دیگه مونده است، ماه عمل نزدیک است. میفهمی طالبا پیش از اینکه ماه عمل شوه گروه قوم لوتی چی پروگرام گرفته است؟ اینا در ریاست جمهوری هر ساحه را برای قوم های کوچی ها تقسیمات کردن، کدام کوچی در کدام ساحه بروه. وی آقای فروتن دیگه به عدالتی به حدی رسید است که اینمو هزاره، اینمو تاجیک و نمو ازبکی که فقط دو جریب زمین گندم کرده است به خاطر نفقه آل اولادش، آلی فقط تقسیمات کردن که کدام کوچی در کجا بروه و گندم های کدام تاجیک، کدام هزاره، کدام ازبک بخوره. فقط پرگرام از یا چیز، پرگرام از یا یه که فقط این ظلم و بی‌عدالتی را در حق ادیا کنیم که اینا اعلان کنن، کوچ کنن، برون که خانه و جا و زمینش رو قصد کرده بگیریم. فقط پرگرام ادیا هیچ. پس شما بگین که او قوم لوتی، اینمی کاری که شما میکنین آیا قابل بخشش است؟ نیست. اینمی ظلمی را که در حق این مردم میکنین، یک روز به این فکر نیستین که این مردم از شما انتقام میگیره. شما به این فکر نیستین که یک روزی صدها علی پوری دیگه پیدا میشوه. ولی شما اگر به این فکر هستین که اشرف غنی با توانی رای خلیلزاد با اینا این قدرت به شما تسلیم کرد، متوجه باشی که این قدرت برای شما دوامدار نمیمانه. اگر این قدرت برای شما میمان، برای حفیظ الله امین میمان، برای نور محمد ترکی میمان، چون اونا هم قدرت برشان تسلیم داده شده بود. 70 سال قدرت برای شما تحویل داده شد. 70 سال شما نتانیستین این قدرت ایست کرد. آلی هم آقای فروتن همین ستمیر بالا بیار، وقت جنرال صاحب منو گرفتن. درخواست ندادن جناب دگروال صاحب، اگر درخواست میدادن حتما بالا می آوردم، اونا بیننده هستن. خلاص آقای فروتن، پس این قوم لوتی منتظر اون روز باشه. خود ما باور دارم که دمیر روزهای نزدیک گله های از یا در زمین های هزاره ها می روند داخل می شوند، در باغ های هزاره ها، در باغ تاجیک ها، در شیوه بدخشان، در میمنه، در بیسو، دایکندی. اصلا اینمی خوردن
گندم، زراعتی، قوم اوزبک، تاجیک، بلوچ، نورستانی برای قوم لوتی کاملا حلال است. اینا همیت برداشت میکنن که حلال است. پس در برابری چنین گروهی جز از جنگ دیگر راه حل نیست. باید ما با اینا بجنگیم، اینا را بزنیم، سرکوب کنیم، بکشیم تا که برای از یا پنیاد شوند. فقط این کار باید ما بعد از همین امروز ظالم ترین مردم ما با در سیاه حاکمیت قرار بدیم که از او کده ظالم تر دیگه نباشه، به خاطر که جواب ظالم از ظالم میده. ما نمیتونیم که در برابری تفنگدار یک نفری به سلا را رای کنیم با او مدارا کنه. نه، در برابری تفنگدار تفنگدار، در برابری بیدین بیدین، در برابری لیچک لیچک. حالی در سرزمین ما یک قوم لوتی حاکم است. پس ما ناگزیر هستیم که در اینجا کی را رسانه بیاریم؟ مثل مارشال عبدالرشید دوستا، مثل علی پور، مثل کسایی که با زبان خودی از یا عرف بزنه. بازم براتون میگم که آ قومی هزاره، اوزبک، تاجیک، منتظر ادی باشین که عمل نزدیک است، دار و نادارتان توسط ایوانای این سرزمین نابود میشوه. فقط این فایده جان سپاس چنل سه بزرگوار دگر ورس حرفایتون جمع بندی کنین، خدافیزی میکنین، بفرمایید. آقای فروتن ما گمت این فیصله در قتل ریاست جمهوری با ریاست ملا برادر گرفته شده است، چون وقت نزدیک است، روزای نزدیک، میبینین که همین کار میشه یا نمیشه. با دو وقت بگین که یفتلی نالت به سر کی دروغ میگوی. بخیر سلامت باشی آقای فروتن. بفرمایید جناب دگر ورس بزرگوار. ما خود گپ زدم پیشتر، اگر آقای کنان چیزی گپ داره. سلامت دگر ورس بزرگوار و کسایی که برنامه را بیننده هستین. ببینین اوید آدمایی که فحش میتین، ما میفهمیم که نگران میشین وقتی یک برنامه مسائل بی‌ناموس بودن طالب را که دستبرد ناموسی را در افغانستان به فرهنگ تبدیل داره در موردش صحبت میکنن، در کامنت هم دشنام میتین، ریپورت خودم میزنین. ولی این را باور داشته باشین، سوگند به خدا ما تضمین میکنم که چادر عفت در سر خوار مادر تو هم نمیمانه و این طالب در افغانستان ماندنی نیست. مردم افغانستان اوقدر بی‌ناموس و به عزت نیست که از ناموس و شرفشان دفاع نتانه. بسیار مشتهای کوبنده و محکم ناموسی به دهن پدرت هم میخوره، نیکیت هم میخوره، غر نیکیت هم دندانایش در دهنش میبره. ایر مطمئن باش. جناب دگروال سر کوتا خدافیزی میکنیم. عفو میخوایم، یک موضوع یادم اومد، بیشتر یک کامنت خوندم. یک تعداد اینطور اعتراض دارن، گویا عنوان میکنن که امی امریکا را مثلا یا ناتو را امیر تاجکا یا کدام قوم دیگه غیر پشتون آوردن در افغانستان که پشتونا را بمبارد کنه و پشتونا را در مقابل جنگ بکنه. آیا امی ناتو ویگپا کدام تا تاجک رئیس جمهور ساخت امید افغانستان؟ یا کدام ازبک رئیس جمهور ساخت مامی در طول 20 سال گذشته؟ یا کدام مزاره را ساخته بود؟ یا بادیگارد مثلا کدام رهبر تاجک یا ازبک یا هزاره بادیگاردش قطعه سپیشل فورس قوای دریایی امریکا بود؟ یا دیگه برش کدام تشکیلات به نام پی پی اس جور کرده بود مامی در ریاست جمهوری برده باشه، ایره تعیین کرده باشه سالهای سال؟ کی بود بالاخره امی تاجک، امی ازبک، امی کسی که مثلا امی ناتو را آورده، امو کی بود که ما بفهمیم؟ دستور جنگ کی میداد؟ ناتو را فهمید در سر شانه ناتو کی آمد به ایس رئیس جمهور در افغانستان؟ در تیاره ناتو فهمید کی آمد در جن در افغانستان پلانای ناتو را تطبیق کرد؟ جناب دگرورس و امی ملا برادر و ملا سرگین و ملا پشقلی هم که از قطر در قندهار پیاده شدن و حال نظام طالب را شکل دادن، اینا رو تئوری امریکایی آورد. در تیاره قوای هوایی امریکا آمد تا شد تومیده. حالی که من نمیفهم منطق یک تعداد تومیده بیعقل مردمه که ولی باز ناتو را بیاره پشتون را بمبارد کنه. چقدر بیعقل مردم. کدام وقت کسی ناتو امی شورایی را کی آورد؟ شورایی را فهمید پشتون ها خودشان آوردن.
امی حفیظ الله امین خودش دعوت کرده بود که اگر به زودترین فرصت قوای شورای داخل افغانستان نشود، افغانستان دولتش به دست مجاهدین سقوط میکنه. خو از ظلم تو سقوط میکرد، از آدم کشی و از قتل و ویرانی و بدبختی تو سقوط میکرد. اگر تو فهمیدی که مردم را کشتار نمیکردی، اگر قتل نمیکردی، اگر جنایت نمیکردی، اگر آدم کشی نمیکردی، افغانستان چرا سقوط میکرد؟ تو کودتا کردی فهمیدی در سر داود خان، تو نظام مثلا شاهی را کودتا کردی، تو مسائل قومی را دامن زدی، حزب خلق تو شما تأسیس کرده. اگر به نام مسلمان فهمیدی همی حزب خلق در وقت داود خان، از داود خان که نه فهمیدی بیشتر قدرت داشت در وقت داود خان، کی در پشت مسجد می رفتن ملا را دستگیر میکردن، در نماز جمعه ملا تبلیغ میکردن، رفتن و می در سر در نماز جمعه در سر از اونا حمله کردن، با ملا گریخته بود در که هر طرف. سپاس جناب دگروال. سب آقای کنان کوتا که می خواهیم خداحافظی بکنم. عرض است با گپ این مهم است. ملا را گفته بودن که سرش فکایی جور کرده بودن، گفتن امین ملا را ندیده کدام طرف رفت؟ با کدام تا گفته بعضشان این طرف رفت، بعضشان اون طرف رفت. و گفتن الان بگی که خودش ملاست. یعنی مسلمان، مردم مسلمان افغانستان، اینمی خلقی ها، اینمی قوم پرست ها، اینمی نشنلست ها در چوکات داود خان بودن، فهمیده که مجبور ساختن از اینمی تعصبشان، فهمیده مردم بندی کردن، اعدام کردن، سرگم کردن در وقت داود، که مردم به پاکستان رفت، مردم دست به قیام مسلحانه زد، مجاهد تشکیل شد. باز در دوره خلقی امی ظلم، امی ستم، امی جنایت، بربریت، قومپرستی شانه اینا به اوج خود رساندن، به اوج خود، به لکان افر در پولیگونا پرکرد. حال امروز هم که به نام طالب اینا آمدن و امی دهت نقاب طالب امی ظلم کرده رئیستن، امی جنایت، امی جبر، امی قومکشی و مثلا مردم کشی را کرده رئیستن. از پاکستان بیار فهمید مناطق تاجک نشین، ازبک نشین، هزاره نشین مردم مهاجر پاکستانی را جا به جا بکو. باز بگو که یا مهاجر بود که 90 سال پیش رفته بود در پاکستان. این جنایت دوام نمیکنه. بالاخره فهمیدی این جنایت خون از این مردم، فهمیدی مسلمان گردن تو را میگیره. باز همی پاکستانی هم فهمیدی میگریزه جای خود اعلام میکنه میروه همون جای را که برش توضیح کردی، ولی تو هم کس باید دیگه در این خاک نمیمانه که باید دیگه زندگی کنی. سپاس جناب دگروارس بزرگوار. آقای کنان قبل از اینکه نظر و دیدگاهش مطرح بکنه، دوستا پیام ما برای اونموی در کسایی که مسائل دینی را مطرح می سازن، مردم ما را به نام ملحد و به نام اخوان و به نام اسلام معتدل جدا می کنن، و اوی در کسایی که در تلاش ازی هستن که محل گرایی را دامن بزنن، در برابر علاوه که در برابر از اینا مخالفی از اینا، و اینا را آله دست چهار تا بیناموسی که امروز بالای ناموس مردم ما حاکم شده طالب میدانیم. یعنی اردو جنا در حیثیت طالب به ما داره. جناب کنان کوتا جنبندی که حرفایت خدافیزی میکنیم. ما بهش چیزی نمیگیم. من خواستم که اگر امی امشیره را امی خواهر عزیز ما که خیلی موضوعات به گفتن داره گیره در برنامه دعوت بکنه بسیار خوب میشه. در پایین یک کامنت که من همیشه با این مواجه هستم، یک کسی نوشته کرده سوسیال خورا. اولش از آقای فروتن من خبر دارم، اینمی آدم هم خودکفاست، نه تنها سوسیال نمیخوره که به دولت مالی هم میده. هاز القیاس خودم، من هم یک آدم سلبشتندیک با آلمانی یا انسان خودکفاست و مالی هم میده. هاز القیاس خودم، من هم یک آدم سلبشتندیک با آلمانی یا انسان خودکفاست و سوسیال کدام چیز بد نیست. یک کسی که از افغانستان میاد زبان آلمانی رو نمیفهمه، به خاطر کو تا ادغام میشه، زبان یاد میگیره، به مارکت یا به بازار کار عیار میشه، دولت او را کمک میکنه تا اینمی آدم دوزی نکنه، سر ناموس کسی تجاوز نکنه، بعض کارهای دیگر را نکنه. اونونمو چیز است که قانون ایجا بر از اومد نظر گرفته. دیگه سوسیال کدام مفهوم معنی نداره. اونمو چیز را که اسلام میگن اینمی آدم تطبیقش میکنه، به کسایی که مشکلات اقتصادی داره کمک میکنه. یعنی سوسیال برای انسانایی که قابل کمک هستن یک مقدار کمک از آدرس دولت داده میشه تا امرار معیشتشان را انسانی تر پیش ببرن، ولی شرم اونو است که ارامندوی فرهنگش در بازار شنوار انزم تا و بالا میشه. در امی حصر ملایبت الله
اوغان مجبور است که دختر 5 ساله و 6 ساله خود در بازار زن فروشی ببره بفروشه. باور ندارین برین گزارش پاکستانی را ببینین، بعد میفهمین که در وطن چی وضعیتی است و مردم با چی مشکلات دست پنجه نرم میکنن. سلامت دوستای عزیز، شب خوب داشته باشین.